بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. چطورین؟ امروز اومدم یک کانتور و برانزر، کانتور سلش برانزر جدید امتحان کنم که اینا یه محصول کلن جدیده از برند تو فیس که اسمشون هست Melting Bronzing and Sculpting Stick. یعنی حالا اینجوری هم که از اسمش مشخصه، هم کانتور میتونین باش بکنین هم برونزره، یعنی میتونین برونز بکنین صورتو. من دو تا از رنگاشو انتخاب کردم، حالا ببینم کدومش بهم میخوره و شایدم اصلا نسبت به اینکه ببینم چه رنگیان مجبورشم جفتشو استفاده کنم، اگه ببینم خیلی مثلا رنگاشون سرده یا زیادی گرمه. اگر که کنار هم مقایسه کنین، این یکی خیلی رنگ سردتریه. در نتیجه من جفتش هم استفاده میکنم که خب جفتشو ریویو کنیم. اول با این مثلا بینی و اینا رو کانتور میکنم، بعد اون یکی رو به عنوان برانزر میزنم. و اگر دوست دارین بدونین که بقیه چیزایی که الان استفاده کردم چیه، برین دو تا پست قبل رو ببینین و اونا رو ببینین، متوجه میشین که کلن جریان این ویدیو چیه. دیگه هزار دفعه نگم یه چیزی رو. خوب، همین اول چیزی که من متوجه شدم اینه که چه اسم با مسما و به جایی براش انتخاب کردن. میگه ملتینگ، واقعا چیزه، من اینو همین جوری نزدیک دماغم آوردم، حس کردم داره ذوب میشه و وقتی که زدم از دیدی مثلا چیزایی که استیکیه یه ذره میزنی بعضیاش یه خورده بکشی انگار که مثلا یه ذره سفته، این تا زدم انگار مثلا کره شروع کرد آب شدن. فعلا که خوب به نظر میرسه، حالا باید یه خود روی پوست بمونه ببینم چجوریه. اون یکیشو میخوام مستقیم بزنم به صورتم. میدونم که کار عادلانه نیست چون که روژگونه هر رو تو پوست قبلی این کار رو نکردم، ولی به خاطر اینکه این خیلی بابا نگاه کن یه ذره با پوست برخورد میکنه شروع میکنه قشنگ رنگ پس دادن و مثلا یه خورده انگار که آب شدن. وای تو خدا فقط بلند شو، پشیمون نکن منو از کارم. نه راحت بلند شد. چقدر خوب بلند میشه. اینکه حالا اینجای کار یه خورده پررنگه و یکم مرزا رو میبینین اشکالی نداره، به خاطر اینکه من نمیخوام آخر این آرایش دیگه چیزای پودری مثلا برانزر پودری و اینا بزنم و روژگونه پودری، به خاطر اینکه میخوام اینا رو خودشونو فقط بسنجم ببینم چه جوریه. اگه خوب بودن مثلا دفعه دیگه حالا با یه چیز دیگه امتحانشو میکنم. برای همین یه ذره بیشتر میزنم که دیگه بعد از فیکس کردن آرایش و اینا هنوز قابل رویت باشن. ببین این تا اینجای کار قبل از اینکه فیکس کنم چیزی رو و چقدر همه چی خوب دست به دست هم داده، یعنی تعجب میکنم. آخه مگه میشه؟ حالا یا واقعا اینا همشون خیلی خوب دارن با هم کار میکنن و مثلا توی هم ادغام میشن و خوب با هم فرمولاشون کار میکنه، یا اینکه یه نفر اینجا کارشو داره درست انجام میده. که بهتون بگم حالا خدایی تکنیک درست و خوب 90% اوقات میتونه یه محصول خیلی بد و ازش یه چیز خیلی خوب در بیاره و تکنیک بد یه محصول خیلی عالی رو میتونه یه جوری خراب کنه که تو فکر کنی که مثلا این دیگه چه آشغالیه که من خریدم. ولی دیگه الان من حس میکنم واقعا مثلا انقدر چیزای مختلف رو تست کردم که بالاخره به یه درجه از عرفان رسیدم که بتونم بگم که نه، اینو الان من مثلا باهاش 2 ساعت کلنجار رفتم که بالاخره اون حالا چیزی که میخواستم در اومد، یا اینکه نه واقعا محصول خوبیه. فعلا که تا اینجا این استیکا خیلی خوب بوده. تنها چیزی که ممکنه یکم نگران کننده باشه همینه که اینا خیلی حالت ذوب شد یهو رو پوست و اینا، اینو بعد ببینی خوب میمونه یا نه. برمیگردم بعد از فیکس شدن و اینکه چند ساعت گذشته نشون میدم که ببینیم کجای کاریم. خب آقا من برگشتم بعد از چند ساعت و همینجوری که میبینید بعد تا قبل از اینکه خوابم ببره این ویدیو رو تقدیم حضورتون کنم. این برانزر خوب بود خب، ولی اتفاقی که افتاد اینه که مثلا یکم اون قسمت هایی که روی بینیه احساس میکنم یه ذره دوندون شده. حالا اینی که تقصیر
اینه یا تقصیر کرم پودره چیزیه که ما بعداً باید ببینیم. ولی حالا غیر از این قسمت دماغ بقیه جاها خوبه. یک کم حس میکنم بعضی جاهاش مثلا انگار که مثلا دست خورده باشه، جاش مونده باشه و اینا شده، و اینم ممکنه به خاطر همون تکسچر خیلی نرم و این مثلا که به پوست میخورد انقدر نقطه ذوبش یعنی پایینه که تا مثلا به حرارت بدن میخوره ذوب میشه، ممکنه که این به خاطر اون باشه. ولی از نظر بلند شدن و فلان و اینا خوب بود. حالا من کلن برانزر کرمی حتی اگه بخوام آرایش کامل بکنم بجز برا دماغم اونی که مال شارلت تیلبریه، این چیزی استفاده نمی کنم. برای همین حالا خیلی چیزی فعلا از دست ندادیم، ولی قطعا اگر بخوام انتخاب کنم بین این دوتا و این شارلت تیلبری که خودم همیشه استفاده میکنم برای کانتور بینی، قطعا اینو انتخاب میکنم. ما همچنان باید بگردیم دنبال یه همچین چیزی دیگه. برای همین من فعلا شستمو به این نشون نمیدم تا اینکه حالا بعدن شاید دوباره ازش با یه کرم پودره مثلا اصلی که خودم دوست دارم استفاده کنم، شاید نظرم عوض شد. و همین، من میرم و شما رو توی ویدیو دیگه میبینم. فعلا خدافظ.